که آراء عمومی با ماست و ما را به عنوان وکالت بفرمایید یا به عنوان رهبری همه قبول دارند. از این جهت ما یک دولتی را معرفی می‌کنیم، رئیس دولتی را معرفی می‌کنیم، موقتاً دولتی تشکیل بدهد که هم به این آشفتگی‌ها خاتمه بدهد و هم یک مسئله مهمی که مجلس مؤسسان است، انتخابات مجلس مؤسسان را تشکیل درست کند و مقدمات او را درست کند و مجلس مؤسسان تأسیس بشد و همینطور مجلس انتخابات هم درست بشد و اونها دولت دائمی را انتخاب بکنند و مجلس مؤسسان که بهش القا میشد که جمهوری اسلامی را در رفراندوم بگذارد، در رفراندوم بگذارد جمهوری اسلامی را، با اینکه من اعتقادم این است که دیگه احتیاج به رفراندوم نیست و مردم مکرر به جمهوری اسلامی رأی دادن، لیکن برای اینکه بهانه ها تمام بشد و شمارش آرا بشد و ما آزادانه باید یک همچه کاری بکنیم تا مردم بدانند، تا همه عالم بدانند که رأی آزاد که مردم میدن به کی میدن و به چه رژیمی میدن. لذا ما دولت موقت را تعیین کردیم و از خدای تبارک و تعالی میخوام که توفیق بدهد به آقای مهندس بازرگان که این مأموریت را به وجه احسن انجام بدهد. خدای بزرگ را شکر می کنم که چنین اعتبار و حسن شهرتی را که به هیچ وجه اهلیت و لیاقت آن را نداشتم به من ارزانی داشته و همین محبت الهی باعث شده است که آیت الله ابراز اعتماد و ارجاع چنین مأموریتی رو به بنده عنایت بفرمایید. با سلام به تو رفیق تقی روزبه گرامی، امید که شاد و سلامت باشی. منم همینطور به تو و شنوندگان و بینندگان عزیز سلام دارم. رفیق روزبه، 17 بهمن ماه 1357 یعنی دقیقاً 40 سال پیش دولت دوگانه پدید آمد. خمینی دولت بازرگان رو دولت برآمده از انقلاب نامید و اون رو معرفی کرد، در حالی که دولت بختیار گوبارده شاه به عنوان یک دولت در حال بازی کردن نقش و آن دوره انتقال بود. پس از 40 سال رابطه انقلاب و قدرت چه بود و الان چه هست؟ بله، این دوره‌ای که شما بهش اشاره کردید دوره کوتاه انتقالی بود که شاه و اون نظام قبلی سعی میکرد شاید از طریق آوردن چهره هایی که شبه اپوزیسیون یا اپوزیسیون بودن، چون به هر حال بختیار جزء جبهه ملی بود، گرچه جریان راستی در اونجا بود، ولی به هر حال در سیستم قدرت شاه شرکت نداشت. خب اینو آورده بودن که این میدونی 4-5 دولت عوض کردن، هیچ کدومشون پاسخ نداد، مردم در واقع نپذیرفتن، افکار عمومی شورش کردن، اعتراض کردن، تظاهرات کردن در بام، در زمین، در همه جا، به هر حال نمیخواستن. این آورد و این هم در واقع دولت مستعجلی بود، دولتی بود که هدف این بود که حتی شاه هم بره، چون این درخواست کرد و آمریکا و اینا هم درخواست کرده بودن که شاه فعلا صحنه رو خالی کنه و حتی بهش تلویحا گفته بودن که شاید بر نگرده، چون به هر حال جامعه اینقدر علیه سلطنت بسیط شده بود که اونا هم چشم‌انداز رو برای سلطنت نمی‌دیدن، همون قدرت ها و صاحبان قدرت. در نتیجه این آوردن که شاید بتونن دوره بحران کنترل کنن، معلل بیارن و بشه، ولی نشد.
و دیدیم که خمینی گفت من دولت تعیین میکنم و این هم گفت باش ملاقات نمیکنم مگر اینکه اصلا استعفا کنی و بیایی و زانو بزنی این دستان و بعد بازرگان آوردن رو صحنه که دولتی بود که مبعوث اینها بود و به عنوان بسیار دولت اول اونها رو مطرح کردن. این اصل قضیه اینه که الان ما در شرایطی که قرار داریم 40 سال انقلاب رو میگذرونیم، همه اینها به هر حال جزی از این ماجرایی هستن که بر ما گذشت در این 40 سال، در اون پیدایش انقلاب اینا هر کدوم البته جای خودش جالب هستن، مهم هستن از نظر تاریخی، ولی به هر حال اون چیزی که الان مسئله قانونی است برای جامعه ما، بازخوانی انقلاب بهمن، درسهاش، مسائلش برای پاسخگویی به وضعیتی است که این انقلاب الان دیگه ماحصل و نتیجه نهایی و مختومش نشون داده. یعنی نشون داده که این حکومتی که نظامی که از درون انقلاب بیرون اومد در واقع دولتی بود که جامعه رو در واقع نه فقط پیشرفت نداد، به سوی جلو سوق نداد، در مقایسه با گذشته خودش تا عقب رفت و در مقایسه مخصوصا از این جاویه که با کشورهای دیگه، با جهانی که در حال حرکت بود، هی عقبتر رفت، عقبتر رفت، مردم در واقع در بدبختی ها و فشارهای بیشتری مواجه شده. الان به طوری که 40 سال اوج این ماجرا هاست. یعنی درسته این 40 سال ما نوسان داشتیم، زیگزاگ داشتیم، ولی کل روند و منحنی به سمت نزول بوده. یعنی از نظر شاخص های کلان، چه اقتصادی، چه به لحاظ بین المللی، چه به لحاظ سیاسی که در سطح جهان مطرحه، و از هر لحاظ شما نگاه کنید جامعه خودشو متضرر میبینه به طور عینی. نمیخوایم مثلا ارزش گذاری بکنیم، به طور عینی وقتی هم کنیم، مثلا الان در 40 سال ما الان مواجه هستیم، رژیم از یه طرف تلاش میکنه تمام انرژی گذاشته یه جشن بگیره 40 سال، بگی من زنده هستم، همچنان صاحب قدرتم، همچنان صاحب آینده هستم. از نظر خودش در واقع تمام نیروها و تمام برنامه‌هاش بر برگزاری جشن برقرار کرده، اینها رو به اصطلاح به رخ مردم بکشه که اقتدار داره و اینها، ولی واقعیت اینه که این در اوج ضعف و ذلت و بدبختی و کمترین به اصطلاح نفوذ جامعه داره. یعنی اصلا جامعه دو قسمت شده، یه جامعه هست اصلا به طور عمده علیهش. نمونش هم دستاوردها و بیلانش لازم نیست که ما با آمارها بزرگ و کلان انتزاعی مراجعه کنیم. مردم امروز مثلا در گوشت به عنوان یک شاخصی به هر حال در زندگی میزان مصرف قدرت خریدشون رو با یکی از میزانی که شاخص بوده، میزان محک بوده، همین گوشت بوده، ببینن که ماهانه چقدر قدرت میگیرن، این گوشت در واقع الان چقدر هزینه های سبد زندگیشون رو تشکیل میده. میبینیم که امروز مثلا مسئله گوشت تبدیل شده یک بحران جدی. حالا دیروز هم مسائل دیگه بود، هر روز هم یه چیزی علم میشه، ولی امروز گوشته که خب از سفره ها غایب شده. کسانی هستن که طبقات متوسط به اصطلاح محسوب میشدن، حالا گیرم که طبقه متوسط مفهوم درستیه، ولی امروزه اونها حتی با پولهایی که میگیرن، دریافتهایی که میکنن، حتی نمیتونن گوشت داشته باشن رو سفره شون. برای جشن ها چیزهای بزرگ هم حتی نمیتونن گوشت های درستابی، یعنی قابل یخ زده نباشه یه داشته باشن. این طبقات متوسط رو میگم، طبقات پایین پایین تر که اکثریت بزرگ هستن که اونا که دیگه روشن تکلیفشون. این مثلا ما امروز باش مواجه هستیم. از یک طرف دیگه مواجه هستیم که همین روزها اروپا در واقع کلید برجام دوم و بیانیه که داد خیلی صراحت داد که زد، یعنی این کلید زده شد کاملا، در واقع یه سازوکار فنی رو گذاشتن جلو که اگر فلان بشه، ولی در این حال برنامه های موشکی رژیم، برنامه های سیاسی را در منطقه، ترورهایی که در اروپا انجام داده و کلا سیاست های جمهوری اسلامی، اونا حقوق بشر هم که خب برای دکورشون هم شده رو صحنه آوردن و فاجعه است در ایران، نمیتونن سکوت کنن، حقوق بشر و همه اینها در واقع به عنوان یک پکیجی، به ما یک بسته روی میز قرار گرفته. حالا حقوق بشر که گفتم تزیینیه، ولی همون موشک ها که سپاه اومده و اینا اومدن شلیک کردن تا همین
چهلومین سال میبینی که اینا همه اساسا بدبختی بیشتر، فشار بیشتر، تحریم بیشتر. یا مثلا ترامپ ایران این همه مثلا همین سالها افتخارش اینکه در سوریه، عراق چه کرده چه نکرده، داعش رو سرکوب کرده نکرده، یکی از افتخاراتشه. میبینیم که مثلا همین عراق ترامپ وقتی نیروهاش از سوریه بیرون میبره یه صحبت هایی میکنه که اصلا تعجب آوره، یعنی برای زلا دنیا، برای خود ایران، برای مردم ها تکان دهنده است که تهدید عنوان که نیروها رو آورده در عراق برای مراقبت و نظارت بیشتر رژیم، میپاد رژیمو از طریق عراق و هر لحظه مثل لازم میشه برنامه هاشو، همونطور که گفته ما یه سفارتخانه بسیار مهم اینجا داریم، عظمت داره، فلان داره، قدرت و امکاناتی که اینجا ما داریم چه هست و چه نیست. یعنی میخوام بگم که اونجایی که بغل دست همسایه ایرانه، آمریکا به صورت چنین خط و نشانی میکشه. البته سخنان بسیار تحریک‌آمیز همونطور که در مورد عربستان گفته بود دو هفته شما رو حمایت نکنیم سرنگون میشید، نشون میده که آمریکا تو منطقه دنبال چه چیزهایی هست. کما اینکه ناتو هم چند مدت پیش با همین عراق مذاکرات محدودی داشت که چگونه حمایت کنن، چگونه همکاری کنن. یعنی مرزهایی که ایران فکر میکنین همه سرمایه گذاری کرده در 40 سال مینازه میباله، با ناتو دارن مذاکره میکنن چگونه پیش بره تو منطقه. یا مثلا آمریکا اون حرفا رو مطرح میکنه. در سوریه هم که اصلا سالی 15-20 میلیارد برنامه برآوردهایی که اینا مخفی کردن از مردم ارائه هم نمیدن، بودجه مصرف میشه اونجا در سوریه فقط، حالا جاهای دیگه چی میبینیم که مثلا اخیرا دوباره خامنه‌ای تصویب کرده در این شرایط که گوشت اینطوری، مواد غذایی، زندگی، گرانی بیداد میکنه، 1.5 میلیارد اختصاص داده باز دوباره به هم بودجه نظامی به سپاه. یعنی جمهوری اسلامی مثل فرض کن تزار 1950 جاندارم اروپا و منطقه جنگ عثمانی ها بود، از درون اقتصاد میپاشید، فروپاشی در واقع مفتزه بود. این حکومت بودجه ها و زندگی و در واقع شیره جان جامعه رو خرج ملیتاریزمش میکرد. در واقع جمهوری اسلامی هم الان انرژی ها و قدرت ها و دستاورد ها، نفت، درآمد ها رو صرف در واقع امورات نظامی، حفظ خودش، ساختار، قدرت نمایی های پوشالی در منطقه که مردم شعار میدن. اصلا ما نمیخواییم رسما چجوری باید بگن مردم، با چه زبانی باید بگن شعارهاشون. در سوریه شما چیکار میکنید؟ در لبنان چیکار میکنید؟ در عراق چیکار میکنید؟ این ماجرا هستش. اینا میگن عمق استراتژیک ما اونوره. میخوام بگم که در 40مین سال ما در واقع با یک بیلانی که جلوی جمهوری اسلامیه و داره جشن هم میگیره مواجه هستیم. لازم نیست ما بیلانهایی رو از آمارهای بزرگ کلام بیاریم و بگیم که این جمهوری اسلامی چگونه ورشکست است. این یک مسئله است. شما میخواین یه سوالی بکنید؟ منظور من یعنی بیشتر، هرچند در واقع مدت ها سال هاست درباره کارنامه جمهوری اسلامی در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی گفتیم، شکست های منطقیش، هزینه هایی که بر جامعه ما میگذاره. شما به خوبی گفتید که در مقایسه کشوری در عرصه جهانی ایران در واقع به نسبت 1357 سالها به عقب برگشته، با یک سقوط ما در سطح زندگی مردم، در سطح استانداردهای اجتماعی و مدنی روبرو هستیم، در حالی که کشورهای دیگه بسیار پیش رفتن، در واقع دستاوردهایی برای مردمشون داشتن. ترکیه، همین دبی، مالزی، کشورهایی که حدوداً حتی عقبتر از ایران بودن در سال 1357 الان بسیار جلوتر و میشه گفت به لحاظ دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی بالاتر از ایران هست. ایران خب یک سقوط واقعیه. سوال من در واقع این بود، چهل در سال 57 خمینی وقتی اعلام دولت موقت بازرگان رو اعلام کرد، این قدرت رو برآمده از انقلاب دونست، برآمده از رأی مردم و گفت که این هست. میخوام ببینم الان بعد از 40 سال ما با چند واقعه مهم روبرو بودیم. مهمترین چیزش همون 88 بود که مردم گفتن رأی من کو، اون جنبش بزرگ که اونجوری سرکوبش کردن و بعد
باز همین این الان میگن یک دولت دوگانه دیگری هست، یک دولت رسمی هست، یک دولت غیر رسمی پنهان و در واقع وحشتناک پرقدرت هست. این دوگانگی باز چگونه است؟ این چطور میشه بر این دوگانگی فائق اومد، بر این بحران ها فائق اومد؟ ریشه این قضیه کجاست؟ ببینید این مثلا اون مقدمه که اولا بحث کردیم، حالا این پرسش شما رو در همون بستر باید بهش برخورد بشه. ببینید میخواستم این نتیجه رو بگیرم که امروز یک بار دیگر با این معضلات و بحران هایی که جامعه در مقابل خودش میبینه که جمهوری اسلامی در واقع اینا رو برقرار کرده، مثل همین برجام موشکی، یعنی جام زهر بر جام دیگه، به محاصره اقتصادی که مثلا فرض کن زنگنه میاد، حتی بحران نفت و نفت که نجات دهنده حلال همه مشکلات بوده، الان خودش دچار مشکل شده. یعنی 50 میلیارد میگم بدهی داریم، فروش ها افت کرده، عراق پولش رو نمیده، اون نمیده، اصلا اوضاع اینطوریه. میخوام بگم که در یه چنین شرایطی که دستاوردهای مثلا رژیم این بوده، مردم یک بار دیگه مجبورن نگاه میکنن به طور ضرورت که با این سیستم بعد چه کرد، یعنی هیچ آینده ای نیست، دارن اصلا نابود میشه، جامعه به ویرانی و تباهی و همه عرصه ها اتفاق میفته، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، غیره و اینا. خب تحت چنین شرایطی یک بار دیگه مسئله انقلاب و اون چیزی که به اصطلاح چگونه میشه خارج شد از وضعیت، چون رفورم ها اصلاحات هم تجربه شده، هیچ حاصلی در این نظام نداشته 40 سال، در واقع دستاوردها روشن، یکی از نتایج معمونه. در چنین شرایطی یک بار دیگه مسئله انقلاب مطرح میشه، منتها انقلاب که مطرح میشه ما تجربه انقلاب قبلی داریم و این رژیمی که این فاجعه ازش در اومده، یعنی پس بنابراین درس ها و ملاحظات و تأملات بزرگی تو این 40 سال وجود داره که باید در نظر گرفته بشه تا دوباره این سرنوشت های به اصطلاح اینطوری اتفاق نیفته. یعنی یه طرف باید وضعیت عوض بشه، راهی جز انقلاب وجود نداره، یعنی ساختارهایی که چون رژیم که پاسخگو نیست به هیچ چیزی، هیچ چیز رو قبول نداره، هیچ راهی هم که نمیذاره، مثل رودخانه‌ای که حرکت میکنه، خب حرکت میکنه دیگه، باید جلوش سد بشه حرکت میکنه، یه چیزی اجتناب ناپذیر داره میشه و در فضای ایران داره به قول معروف خودشو نشون میده و اون ضرورت یک انقلاب دیگره. متأ این انقلاب درس‌های گذشته فاجعه گذشته جلو چشم ماست، یعنی مشکل ما الان این هستش که چگونه به اصطلاح انقلابی دیگر، به همین دلیل یک بار دیگر به مفهوم انقلاب باید درنگ کرد، درس‌هاشو دقت کرد. من میگم که خود انقلاب بیانگر اینه که مردم وارد میدان میشن، یعنی نهادهای موجود دیگه پاسخگو نیستن، قدرت‌هایی که نهادی شدن باید در هم شکسته بشن چون مزاحمن، همون سطح‌هایی هستن که جلو رودخانه رو گرفتن، خود اینها باید در هم شکسته بشه. وقتی مردم وارد میدان میشن، یعنی در واقع مداخله مستقیم، اقدام مستقیم از سوی جامعه از علیه نظامی که جلوش گرفته، داره خفه میشه، یعنی این نابود میکنه آینده رو، همه چیز رو، نسل های مخصوصا جوان و جدیدی که متعلقات هیچ آینده ای نمیبینن در این نظام و واقعیت رو احساس میکنن با گوشت و پوستشون. خب مسئله بر سر اینه که انقلاب وقتی صورت گرفت و میگیره، قدرت برمیگرده به اون جایگاهی که ازش سرچشمه گرفته، یعنی این قدرت در واقع منشأ اصلی خود جامعه هستن. منتها نتیجه به اصطلاح یک انقلاب با خود انقلاب یکسان نیست. چرا؟ برای اینکه در انقلاب گرایش های مختلفی وجود دارن، وجود داشتن در اون دوره، خمینی و مذهب اینا وجود داشتن، این خمینی و مذهب اینها به دلایل که ما در گذشته بحث کردیم و بازم مسائل دیگه مثلا که میشه در فرصت های دیگه بحث کرد، ابتکار عمل و قدرت تا در واقع در درون انقلاب در دست گرفتن. انقلاب از درون شکست خورد، از درون، یعنی خود حجاب خودش شد، نه اینکه از بیرون، از بیرون شاه سرنگون کرد، خیلی بهار آزادی هم ایجاد کرد، اون تا از اونجایی که نیروهای ارتجاعی در درونش در واقع جاسازی شده بودن، پنهان شده بودن، حالا وقتی میگم جاسازی پنهان در واقع طنزه، ولی واقعیت اینه که خود دولت‌های غرب آمریکا، انگلیس بهترین جایگزین رو همین خمینی دونستن، در حالی که خمینی مانیفست بود، گذشتهش، برنامهش، همه چیزش،
ولی اینها در واقع همون بختیار که شما مطرح کردید، می‌خواستم به اینجا ارتباط برقرار کنم که بدیل دولت‌های آمریکا این بود، همین خمینی و نظام مذهبی و آخونده بود، کما اینکه هایزر فرستادن، کما اینکه مذاکره کردن، کما اینکه همینطور با سپهبد و نمیدونم با سپهبد سرتیب مقدم و همه اینها مذاکرات شد فراوان با کانال‌های مختلف که در واقع اینها جایگزین شد. بختیار هم مذاکره کردن که تو برو کنار، پایگاه اجتماعی نداره، تو کاری نمیتونی بکنی، باید اینا بیان که ارتشو، یعنی انتقال و سازمان دادن به اینا. پس بنابراین اون چیزی که اتفاق میفته اینه که جمهوری اسلامی از یک طرف مردم بهش توهم داشتن، از این طرف در واقع خود قدرت‌های غربی اینو به عنوان بدیل و گزینه جایگزین شاه گذاشتن اونجا. تو خود شاه هم با اینها در واقع در گذشته که برخورد میکرد متمرکز شده بود به چپ، سرکوب چپ، زندان‌ها، اعدام‌ها و اینها رو در واقع دستشون باز گذاشته بود. به تمام اولا اینا فعال بودن، اینا حزبشون داشتن، حزب روحانیت، اینا مساجد داشتن، اینها در واقع حتی کتاب‌های آموزش شرعیات وزارت آموزش پرورش رو می‌نوشتن. بهشتی و باهنر رو همینها، همینها نویسنده‌های، می‌خوام بگم که در دوره جمهوری زمان شاهنشاه دارم میگم، این از کجا بار اومد و چپ هم که زندان بودن دستگیر می‌شدن، اعدام می‌شدن. حالا یه عده‌ای می‌خوان اینجا نتیجه بگیرن که گفتمان چپ و اینا اومد، در حالی که خب وقتی شما بازرگان می‌بینید کنار خمینی در همین روسا که میگه من دولت اعلام میکنم، این پیوند در واقع بخش های کیا هستن با خمینی؟ به خمینی از طریق روی در واقع تریبون تو میگم ویترین گذاشتن اینها تونست جنبش ها رو، افکار عمومی رو، بخش های مدل جامعه رو، همه رو در واقع اخفال بکنه از در خودش، بگه خیالتون راحت باشه من همچی آدمایی رو میارم رو صحنه، کراوات، من دشمن کراوات نیستم، اگر اونجا کراوات میزنه همطوری علکی نیست که کنارش واسطه، کنار خمینی که میگه قدرت تعیین میکنم. یعنی به این ترتیب در واقع خلع صلاح میکردن با ارتباط با ملی مذهبی ها، لیبرال ها، چون لیبرال ها هم که این کابینه بودن دیگه، بخشای از لیبرال ها، نمیگم حالا همه لیبرال ها بودن، ولی بخشای تمام نهضت آزادی ائتلاف داشتن، نهضت بازرگان، بازرگان، معینفر، سنجابی، یزدی، فروهر، اینا همه توی دولت بودن دیگه. بله بله، همش فرش دولت تشکیل دادن دیگه، همه اینها کابینه ائتلاف بودن. ولی چپ ها چی؟ چپ ها در قدرت که نبودن، حالا هر خطایی کردن. حالا یک بحث دیگه بعد اینجا مطرح بشه که جمهوری اسلامی چه پدیده بود. جمهوری اسلامی اولا میشه گفت رژیم مصادره به یک تعبیر، همین جمهوری رو مصادره کرد، یعنی اصلا جمهوری در کار نبود و نیست. شعارهایی رو که تو جامعه مطرح بود، آزادی، برابری، استقلال، خیلی چیزهای دیگه، همه اینا رو مصادره میکرد. از جمله خب این شعارها، شعارهای آزادی، برابری، فلان که چپ ازش دفاع میکردن، جمهوری اسلامی اینا رو مصادره میکرد. نه اینکه عینا مصادره میکرد، مصادره میکرد، مسخ میکرد. جمهوری اسلامی در واقع مارک خودشو میزد، بعد تبدیل میکرد به ابزار سرکوب، فقط برای خلع صلاح جنبش. همونطور که جمهوری رو مصادره کرد، سعی میکرد شعارهای رو که چپ داره خودشو سرکوب کنه، که سرکوب میکرد، و در این حال با این شعارها بازی کنه، مصادره کنه، ضد استکبار و ضد امپریالیسم و بود از این داستان ها که میدونیم. ولی خود خلق که میدونست اصلا بدیلش همین بود، با همینا کنار اومد. دیدیم دیگه بعد جمهوری اسلامی خمینی، اسنادم هست دیگه، اسنادی که الان ملاقات های هویزر در پاریس، دقیقاً در اینجا بعد منتشر شده، روحانیتی که در سرنگونی مصدق هم نقش داشت، دقیقاً، یعنی در همون مسئله ملی، اینا هم اسنادش رو شده، یعنی قبلا هم رو شده بود، حالا که دیگه اسناد خیلی روشن رو شده، از کاشانی و فلسفی و بهبهانی و بروجردی و همه شون، تمام اینهایی که خمینی پشت اینها در واقع سنگر گرفت، فضل الله نوری بگیر در قبل دوره مشهد، یه نوع انتقام در واقع روحانیت، مذهب، این گرایش های سنتی های ارتجایی از مشروطیت بود، از شعارهای ترقی خواهانه بود، از چپ بود، این انقلاب بهمن. همونطور که گفتم جمهوری اصلا وجود نداشت، رژیم جمهوری اسلامی از همون اول ساختار
استقلالش بر مبنای ولایت فقیه بود، یعنی قدرت هست. این دولتی که شما گفتی دولت موازی، دولت واقعی هست، بوده از اول و بعد تقویت کرده، فربه شده، پروارم شد در طول این 40 سال. در واقع اون چیزی که ساخت و پرداخته شده عنوان هیولای محیبی، اون چهره واقعی دولت و حکومت اسلامی است که جامعه بعد اسلامی بشه، دولت بعد اسلامی بشه. این جمهوری اینا همه چیزای آریتی و تزیینی بود که برای اینکه رو صحنه بتونن فریب بدن، مانور بدن. این ماجرای بود که اتفاق افتاد. الان با توجه به موقعیتی که هست، یعنی 40 سال بعد از اون، الان باز مسئله انقلاب و در واقع آلترناتیو ها در مقابل رژیم اسلامی مطرحه. اگه دولت بازرگان یک به قول معروف دولت دوگانه، حاکمیت دوگانه رو تحمیل کرد بر اون دولت انتقالی بختیار و تونست سکان رهبری انقلاب رو تثبیت کنه و خمینی رو به عنوان در واقع ثمره انقلاب 57 بر تخت سلطنت بذاره، در دوره کنونی هم ما شاهد یک سری در واقع تغییر و تحولات و واکنش ها و حرکت ها هستیم که خصوصا باز با همان وسیله های کهنه قدیمی داره عمل میشه. ما مثلا کنفرانس ورشو رو داریم و ملاقات هایی که با پومپیدو و با در واقع قدرت های منطقه‌ای و قدرت های بزرگ در حال انجام و مذاکرات که بتونن یک دولت دیگری رو در واقع جایگزین کنن. تو این زمینه خب چپ باید چی کار بکنه که در واقع بتونه مقابله کنه با این قضیه و در واقع چیز دیگری از ثمره این همه تلاش ها و فداکاری ها و واقعا هزینه ها برای مردم ما به وجود بیاد، باز وارد یک دوره سقوط دیگری نشیم؟ بله، اون دولت های بزرگ آمریکایی هم که بیکار نشستن، اونا هم برای خودشون سعی میکنن که برنامه ها و بدیل های رو مثل همون دوره که آفریدن الان بیافریدن. این کاریست که اینا میکنن، اشاره هم شما کردید درست کاملا. ببینید خود انقلاب به این دلیل شکست که خورد که مردم در واقع قدرتی که میاد توی خیابان، توی میدان نهادها رو میشکنه و قدرت واقعی هست، قدرت رو تفویض میکنه، واگذار میکنه به غیر. معضل اصلی از اینجاست. درس مثلا بزرگی ما از انقلاب بهمن اینه که مردم که میان تو خیابان و معلوم میشه که قدرت از کجا سرچشمه میگیره. اولا مرکز جوش قدرت خودشونه، یعنی این حس خودبیگانگی که قدرت گویا بیرون از خودشونه، این در دوره های انقلاب در واقع به باد میره، این توهم که ساخته میشه. این قدرت رو سعی میکنن بگن برید از خیابون تو خونه ها، برید ما دیگه بس، قدرت رو به ما بدید، ما دولت تشکیل میدیم، ما شکل میدیم، ما نهاد درست میکنیم، مسائل رو پاسخ، وعده های در واقع سرخرمنی میدن خوش و رو هوا. این دولت ها، جنبش ها، مردم، وقتی این درس هم که ما داریم در گذشته، وقتی قدرت رو واگذار بکنن به دیگران، خودشون رو به اصطلاح متشکل نکنن، خودشون رو به اصطلاح همواره به عنوان ناظر و حی حاضر در مشارکت زندگیشون، در سرنوشت خودشون مداخله نداشته باشن، همین سرنوشت دوباره اتفاق میفته، همه جامعه اتفاق میفته. یعنی بلافاصله قدرت رو نهادی میکنن، جدا میکنن، تبدیل میکنن به یک قدرت از بالا و سرکوبگر بر مردم. و این قدرت هم اینطوری نیست که یک بار در انقلاب اتفاق میفته، در این 40 سال دائما باستولید شده. خب این یک داستان است که جدا باید بحث کرد، یعنی مقوله مفصلی هست، ولی واقعیت اینه که مهمترین درس اینه که جنبشی که وقتی وارد خیابان میشه، نهادها رو سرنگون میکنه، نهادهای موجودو این مزاحمن هستن، جلوی اصلا حرکت جامعه رو گرفتن، خب باید خودش در میدان بمونه، به شکل‌های نوین، مدرن، آگاهی امروزه، افکار عمومی، تشکل‌های مستقل، ابزار اهرم و مطالبات و گفتمان‌ها مهم هستن. یعنی گفتمان‌هایی که در واقع منافع خودشون بیان کنه. جنبش‌ها باید مطالبات خودشون بیان کنن. جنبش‌هایی که مطالبات انتزاعی رو مطرح کنن، همین میشه که مثلا از
از یه طرف یه مطالبات کلی و پام دیگران وارد میشن، سوار موج میشن، کارها رو مصادره میکنن. همونطور که خمینی مثلا از جمهوری میتونه، چون جمهوری اصلا تو برنامه خمینی نبود، ولی جامعه سلطنت وقتی سرنگون کرد معلومه که میخواد خودش سرنوشت کنه. نظام در واقع دیگه نمیخواد که دوباره یه دیگه بشتن اونجا از بالا تصمیم بگیره، یکی با آسمان، یکی نمیدونم به یه چیز دیگه، هر چیزی فرق نمیکنه، بس فراز مردم تصمیم بگیرن. دید که جمهوری خواست عمیقی است که علیه سلطنت دادن، از اومد فقط اینو مصادره کرد به شکل پوسته، شکل در عنوان فقط، یعنی به هیچ وجه اصلا جمهوری نبود، اصلا بحث جمهوری مطرح نیست. حالا هم در واقع همین مسائل میتونه اتفاق بیفته که شعارها و مطالبات اگه انتزاعی کلی باشن، اگر ما به ازای عینی خود مردم صحنه نباشن، نظارت نکنن، مداخله نکنن، همین سرنوشت هر لحظه اتفاق میفته. به همین دلیل باید مطالبات شفاف بشه، پیوند بخوره. در این مورد چپا به نظرم مهمترین کاری که میتونن بکنن همینه که این مطالبات شفاف بشه، پیوند بخوره با مسائل واقعی مردم. شما در مورد اینکه واگذار نکنن قدرت رو به بالا و انقلاب این از خود بیگانگی رو در واقع تا حد زیادی پایان میده، شما از مسخ شدگی نه فقط جمهوری، مسخ شدگی آزادی، حکومت مردم، اصلاحات و بسیاری از این چیزها گفتید. همه مردم میگن که همه کلمات تو جمهوری اسلامی حذف شده، یعنی در واقع معنیش از دست داده. اصلاحات، سازندگی، امید، برابری، آزادی، استقلال، همه چیز یک چیز دیگری معنا پیدا میکنه توی جمهوری اسلامی. اصلا بیان واقعا شکست از درون اینجا خودش رو تا حد زیادی معنا پیدا میکنه. شما لطف کنید بفرمایید. بله، بحث هم این بود که انقلاب در واقع همون که شما میشاره کرده از درون خب شکست خورده و به دلیلی که در درون خودش با یک نیرو نبوده، گرایش های مختلفی بوده، بعد بخشی از این گرایش ها به دلایل حمایت های خارجی و شعارها و غلط انداز و حساسیت لازمی که بهشون نبوده تونستن در واقع کنترل سکان انقلاب رو به دست بگیرن و انقلاب به این دلیل وسیله نیروی ارتجاعی وقتی کنترل شد به فاجعه انجام میدید. البته این به این معنا نیستش که انقلاب همه مسائلش حل شده بود. اینا انقلاب در یک فرایندی خودش رو شکل میداد. اینها به اصطلاح اومدن مداخله کردن و نگذاشتن این پدیده اتفاق بیفته. ما با یک بهار کوچیک حتی مواجه بودیم، روزنامه ها آزاد شدن ولی رژیم بلافاصله هم بهار خفه کرد، همین خمینی، همین دولت موقت مورد زنان مصوبات گذروند که حجاب فلان همه اینا در اون دوره ها گذروند، یعنی خشت اولی اونجا گذاشته شد. این مسئله بسیار مهمه که ما وقتی از انقلاب صحبت میکنیم دلیل اصلی شکست انقلاب اینه که مردم در واقع وقتی وارد خیابان میشن قدرت رو در هم میشکستن و معلوم میشه قدرت منشأش خودشون هستن، باید در واقع خودشون رو سازمان بدن، همین نیرو رو اجازه ندن که نیروهای دیگه، هر حکومتی، هر نیروی که بیاد، حالا چه اون شاه که اونطوری سرنگون شد قدرت مستقر بود، چه روحانیت که اومد در واقع جایگزین اون شد، چه بعدا یه دولت دیگه بیاد. مثلا الان هم خب خواب خوش میبینم قدرت های بزرگ دارن ترانه میکنن که چگونه بسیار سازمان بدن، کنترل کنن دولت های بعدی رو، نفوذ کنن توش. اینا بیکار نیستن که. خب با توجه به این درس بزرگ اینه که مردم وقتی میان تو خیابان، وقتی مبارزه مونن که تو خیابان بمونن، مطالباتشون باید پیگیری کنن، چون فقط در خیابان نیست، خیابان یکی از اشکالش خیلی مهمه، ولی در مؤسسات، در کارخانه ها، در ادارات، در همه جا، در تمام حوزه ها زندگی را مردم همه جا هستن دیگه، زندگی یعنی همه جا که مردم هستن. خب اونجا باید دائما تشکل داشته باشن، دائما باید نظارت کنن، مداخله کنن، نه اینکه تفتیش کنن، اعتماد کنن به نیروی غیر خودشون. به نیروی غیر خود هر کس باشه، فرشته هم باشه که البته ایش وقت فرشته نیست، میبینی که تبدیل میشه به دیو، سرکوب همه جا.
پس بنابراین این مسئله اینه که بعد از نیروی خودشون وارد شدن، اقدام مستقیم کردن، از قدرت خودشون به شکل اجتماعی، به شکل نهادهای متعلق به خودشون، گفتمان متعلق به خودشون، هوشیاری و نظارتی که دارن دائما بتونن حفاظت کنن، ولی انقلاب دستبرد بهش داده میشه. چرا؟ برای اینکه انقلاب یعنی مطالباتی که مردم دنبالش هستن و اجازه نخواهند داد تحقق پیدا کنه به این سادگی. پس بنابراین تنارایش اینه که مردم در واقع وقتی هم در هم بشکنن، هم در واقع در تداوم انقلاب بتونن حضور خودشون رو تضمین کنن از طریق اینا. چپ ها بزرگترین کار و وظیفه‌شون به نظر من، اگر برایشون کار کردی قائل باشیم، همینه که در اولا شفاف بکنن، چون ابهام مطالبات، کلی گویی ها باعث میشه که گرایش های دیگه در واقع مثل همون جمهوری که مثالش زدیم در واقع مصادره بشه، در حالی که هیچ ربطی به ولایت فقیه نداره. جمهوری، جمهوری خاص جامعه بود که خمینی دید در اون لحظات آخر و طرفداران خمینی که اگر بخوان جلوی واسطن از همه اول سرنگون شدن، اصلا ناکام شدن، و همین دلیل همراهی مصلحتی کردن که بتونن مسخش کنن از درون، و همین دلیل شکل رو گرفتن در قالب بسا شکل که اسم آوردن فقط قانون اساسی که محتواش تماما میدونیم که دیگه قانونی که تصدیب شده، اینا همش در واقع همین ولایت فقیه بود که بعدن هم شد مطلقه، همون موقع روحش مطلقه بود، بعدن هم دیگه در گام بعدی کردن مطلقه رسمی. در واقع قدرت رو اینها از مردم گرفتند، چه در قانون که اینطوری فرموله شده و چه در صحنه عمل در زندگی با شوراها رو موقع بی مسمى کردن، محتواش گرفتن. خب دیده میگه همون دولت موقت هم در واقع یکی از مسبباتش همین شوراها رو خلقت کردن بود، یعنی مسبباتی که تصویب کردن یکیش هم همون بود، مردم در واقع تو صحنه بودن، اینها اومدن بود از طریق فریب، از طریق پیوند کراوات و عمامه و مدرنیزم، به اصطلاح شکل مدرنیزم، مدرنیزم واقعی هم که نبود، و اخفال جامعه و فریب جامعه از نظر خودشون. و خب خیلی هم فکر میکردن چون خیلی دستشون نشد، انقلاب خیلی با سرعت پیش رفت و چهره هم رو نشده بود، مردم تصوراتی هم داشتن، شفاف نبودن، و یک مقدار فکر کردن که خب این گرایش ها، این نیروهای دیگه ای که هستن در کنار خمینی ها شاید بتونن به اصطلاح مسیر رو اونطوری ندارن آخونده یا روحانیت با اون اسلام سیاسی که میخواست به تازونه. این هم اتفاق افتاد. به نظر من مسئله چپ اینه که از یک طرف مطالبات بسیار شفاف کنه، از یک طرف مطالباتی که مطرحه با خواستهای عمومی مثلا با مطالبات کلان پیوند بزنه، یعنی جنگ ها و نبردهای موضعی و نبردهای سراسری رو با هم گره بزنه، یعنی مردم در واقع وقتی مبارزه میکنن کارگران علیه استبداد، معناش اینه که مطالبات خودشون کاملا توش ملحوظه، پیوند خورده، و الا اگر انتظایی باشه به صورت تجریدی ورد کن مبارزه استبداد باشه، خب معلومه مطالبات کارگری رو اینها خفه خواهند کرد، ولی وقتی معنا بخوره، پیوند بخوره، خب این مسئله خیلی دشوار میشه. همینطور جنبش زنان وقتی پیوند بخوره با جنبش ضد استبدادی، مطالبات ملموس، همینطوری پرستاران، معلمان و بخش های مختلف جامعه مطالبات خودشون واقعیش و کلانشون با جنبش عمومی و مسائل کلان گره بخوره، و همون اندازه شکست ناپذیر میشه. به نظرم چپ در اتصال مطالبات نقش مهم میتونه داشته باشه، با تجربیاتی که در گذشته بوده، با تجربیات که خودش تو شرکت داشته، با تجربیات جهانی و درس‌های مهمی که وجود داره، چپ میتونه خیلی نقش آفرینی بکنه در حوزه پیوند این مبارزات موضعی با مبارزات کلان. و در این حال در واقع به قول شما و همون خودسازمانیابی توده جنبش بتونه یاری برسونه، که این در واقع یاری رسانی مهمترین ابزار در واقع مردم و جنبش های اجتماعی در مقابل قدرت هایی که هستن و قدرت هایی که شکل می گیرن. باید تلاش کرد که این قدرت ها تابع این قدرت زمینی، یعنی همون شوراها و نهادهای خودسازمانده توده‌ای باشه. فامینا، من از شما باز متشکرم و از
شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری که این گفتگو رو پی گرفتید. ما در گفتگوی آینده باز با رفیقمون تغییر روزبه جریان انقلاب 22 بهمن و نتایج و کارنامه جمهوری اسلامی رو در نگاه دیگر پی خواهیم گرفت. متشکرم.